بازم آمدیم در ساحه چوک شهر کابل، یکی از نقطه‌های بسیار کلیدی و مهم و پر ازدحام. احتمال زیاد میره که اینجا ساختمان‌های دیگه هم ساخته شوه و تغییرات دیگه هم اینجا انشالله به زودی بیایه و چند سرک فرعی و عمومی هم شاید ساخته شود این ساحه. و این مارکت هم مارکت است که بین مشترک است بین دولت و تجارت پیشه ها. چقدر کار پیش رفته مامو جان؟ والا کار خلاص است بخیر، یعنی یک هفته نو شده، این صبح بخیر خلاص میجه دیگهش میره. خب بعدش بازی وسط هم چیز کار میکنه؟ وسط هم دیگه این لبای ازی باز کتاره شسته میشه، جور میشه کل لبایش اساس جور میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و خسته نباشین هموطنای عزیز، آرزوی سعادتمندی و سلامتی شما را دارم و بازم خوشحال هستم که در خدمتتون قرار دارم. بازم آمدیم در ساحه چوک شهر کابل، یکی از نقطه‌های بسیار کلیدی و مهم و پر ازدحام. و که اینجا چوک کابل که میگم دیگه دوستا از بیروبارک و از مصروفیت هموطنان ما همیتون میدونه. تغییرات کم بیشی که در این ساحه آمده خواستیم در این گزارش خدمت شما ارائه کنیم، آماده بسازیم. ساختن چهارراهی که چند ماه قبل بود شما هم در افتتاحش بیننده بودین، یعنی تقریبا 8 9 ماه قبل بود، و همچنان ایجاد یک مرکز تجارتی شما میبینین در تصویر به خاطر دکانا و بعضی چیزایی که ساخته شده. دقیقاً ایره بعدا میپرسیم از مسئولینش و تغییرات دیگه که در 4 اطراف آمده با شما یک جا در این گزارش شریک میسازیم. تا پایان ما را همراهی کنین. بنده احمد فیصل هستم در خدمت شما. فراموشتان نشه چینل آریانا رو سابسکرایب کنین و نظرات نیکتون همیشه با ما شریک بسازید. خب دوستای عزیز، باش که اینجا کوکو جانم ببینیم کجا رونده است. در این سایه چوک استاده بود، گفت ما میخواییم گپ بزنیم. سلام رو بطندور، ما تو طرف از خانت میریم طرف کار. خب بسیار خوب، تشکر، سلام دادمتون، خسته نباشین. سلامتی شما خوشبخت باشین، بعد روز شما خوش باشین. قربان انسان و خیر باشین. میشه خدا معرفی کنی؟ نام من محمد رضا است. خب از امی نایی اول هستیم. محمد رضا جان از ناحیه اول شهر کابل. بله. کجا رونده بودی؟ طرف کار میریم، بدارم کاروبار هم نیست، مقصد مشکلات زیاد هست، همین تو سرگردان هستیم دیگه. خب توکل به خدا. بله. حالا کار نداری فعلا؟ فعلا نه، که یک چند روز از بیکار هستیم، مریض هستیم، یکی عملیات هم هستیم و سینه ما موگار هست دیگه، یک مشکلات هست دیگه. ببینیم توکل به خدا، اگه دکتری سه یک اگه اجازه داد طرف کار میرم، اگه اجازه نداد یک چند وقت دیگه رو دیگه ببینیم. سپرد به خدا. دوای دکتر است که ببینیم، توکل به خدا. آرزوی شفای عاجل کامل از خداوند. شما ما رام باشین. قربانتان. تغییرات اخیر سایه چوک کابل آمدم، میخواستم نظرتان رو داشته باشم. آره، تغییرات اخیر براتون عرض کنیم که علی به حساب تغییرات بلند منزلا که به حساب جور شدن تجارت ما به شما بلند منزل جور کردن، امار کردن، یک کمکی به مردم بیچاره و مسکین مستضعف که به حساب فقیر هستن به ایام یک نظر داشته باشن بهتر است. به خاطر که کار نیست، قیمتی زیاد است، مواد اولیه روز به روز قیمت شده میره دیگه. همین مواد اولیه هم به حساب دلار است، این دلار هم پایین و بالا شده میره. تجارت دلار به حساب تجارت دلار میکنن، اما این تجارت دلار به مواد اولیه مردم هم ضرر میرسونه. قیمت ها بالا میره، مردم فقیر و بیچاره 40% مردم ما شما بسیار فقیر و بیچاره و مستضعف هستن، اینا در مانده هستن، کارشان نمیشه، میان به جای بازار
اما یا یک چیز خرچ روزمره خود بسیار در مشکلات پیدا میکنه. قربانتان انشالله مشکلات ما اینه میسه به خاطر از اینکه دلار به حساب می تجارت حساب دلار مواد اولیه کمکی که از طرف پاکستان میاد شهر کراچی ترخم جلال آباد از اینجا میان امیره به حساب کلداری کنن دلاری نکنن اگه حساب دلاری باشه قیمت روز به روز بالا شده میره. دقیقاً دیگه ما خواهش ما میسه که یک کاری شوه که همین طبقه که متوسط یا کار که ندارن زندگی متوسط دارن یا از متوسط پایین‌تر دارن اونا زندگی راحت‌تر داشته باشن که کاکای ما از اونم جمله دوستا است. در مجموع بیشتر مردم افغانستان به این مشکل مواجه است. برکت بی بی کاکا جان وقت خوش داشته باشی. خواهش ما میسه که می حساب مواد اولیه ما به شما حساب دلار چی شده منفک شده به حساب کلداری و افغانی به یک اکسیر باید انشالله اما این تجارای ما که با حساب دلار تو بلا میکنن حساب اینا علایده است اما این مردم فقیر و بیچاره که 50-40% مردم فقیر و بیچاره است اینا به افغانی خود ما پول خود ما چیز ضرورت دارن به حساب کلداری ضرورت دارن نه اینکه به حساب دلاری که دلار سایت ما شما هر روز بالا شده میره و ما شما روز به روز تحریم شده میریم. دیگه مشکل ما اینه میسه که یک خواهش داریم که امیر اگر گپ ما جایی را بگیره که کمک مواد اولیه پایین به حساب کلداری شوه خداوند مهربان است اما حساب دلاری ما شما دلار ما پیام شما را میرسانیم. برکت ببینید. وقت خوش. روزتان خوش. این قسمت دوستا ازدهامش یادآور شدیم. ازدهام ایسا هر موترهای میلی بس هم میبینین و ترکاری فروشی هم هست، سبزیجات فروشی و میوه فروشی هم هست. بیاش که با لالای ما صحبت هم کنیم. سلام خسته نباشید. سلام برسه بیادر خوب رسی سلام جانجر. الحمدلله چی داری خوب خوست کار سلامت روز و روزگار چطور سپری میشه؟ والا شکر خداست مگذره دیگه کم یا زیاد خدا مهربان است. دم غلیمت گفتی بنده خدا را خوشخوی مگذره یا بدخوی؟ والا خوشخوی هم مگذره بدخوی هم مگذره زندگی زیگه گفتیم بنده خدا را کبی خوش و کبی غم کبی خوشی کبی غم دیگران روز که کاروبار میشدم خوشخوی میره طرف آه دیگه کاروبار چه خوشخوی میره کاروبار نشه بدخوی هست دیگه اینه میرقم زندگی ستیر میشه انشالله در دو حالت شادم اگر شکر بکشه انگور کاوردی انگور چی نام داره حسینی و این انگور هست به نامشون گلخانی میگه دیگه ایرا اونو که هست حسینی سجان اینجا جایی که شما هستین از طریق شهرداری اجازه داری؟ نه خیر نه شاروال میه با میدوانه گای پایین برو گای بالا برو این میرقم تیر میشه دیگه با اول که بودیم ما اینجا را غرفه داده بود حالا غرفه را برداشت این پارتمان که جور شده نی غرفه را برداشته این حال گای شاروال میه میدوانه پس برو با پس میه این میرقم زندگی تیر میشه میخوای یک جای مشخص بر شما هم تعیین شوه که شما هم از این روی سرک دورتر شوین و فضای عبور و مرور هم باشه و کاروبار شما هم دلجم بتانید. ها دیگه تانوس فعلا رقم برتون اینجا تعیین نشده که غرفه بانه نی اول جای برتون مشخص ساخته تانوس نامعلوم است جایش نامعلوم است که کجا مشخص میشه جای بیا امیدوارم که یک جای خوب برتون تعیین شوه موفق باشین قربانتان خوش شدین بخیر باشه سلامت قربانتان خب دوستا ما در یک نقطه بسیار اساس و واقعا دیدنی استاده هستیم. از این نقطه شهر شما میبینین که تمامش سطح شهر معلوم میشه. مسجد پل خشتی و چوک با بازار پر ازدهامش و خانه های بسیار قدیمی بلند منزل هایی که بایست هم دیده میشه ازدهام که هست تمام نقاط اینجا واقعا دیده میشه. این مرکز تجارتی هم شاید حدودا 2-3 میلیون دلار هزینه کرده باشن
با ما حاضر نشدن مسئولینشان مصاحبه کنن، به دلیل از اینکه گفتن روز افتتاحش انشاءالله شما را دعوت میکنیم که عنقریب افتتاح میشه و قرار است تغییرات که در این ساعت بیاید، قرار گزارشات که برای ما کم بیش رسیده، احتمال زیاد میره که اینجا ساختمان های دیگه هم ساخته شود و تغییرات دیگه هم اینجا انشاءالله به زودی بیاید و چند سرک فرعی و عمومی هم شاید ساخته شود در این ساعت. و این مارکت هم مارکت است که بین مشترک است بین دولت و تجارت پیشا که یعنی به شکل اجاره‌ای داده شده که انقریب انشاءالله افتتاحش بود. باز ما انشاءالله گزارش خدمت شما ارائه میکنیم. خود ساختمان هم شما میبینید داخلش هست، سهولت هایی که هست تصاویر براتون آماده میسازیم که لفت است و بسیار دکان های مقبول و مفشن ساخته شده، حدودا نمیفهمم بیشتر از شاید چند طبقه باشد، طبقه بندی نکردیم که شاید بیشتر از ده طبقه بیشتر شاید باشد. و هموطنهای ما اینجا مصروف کاروبار هستند خوشبختانه، یعنی بزرگترین گپ است. شما در جریان صحبت های ما تصاویر رو بیننده باشن انشاءالله که هستین و میرم آیسته آیسته به طرف پل خشتی اون و نقطه دوستا، اونجا مکمه بهش تغییرات آمده، بیاین که اونا رو با شما یک جا شریک بسازیم، شما بیننده گزار شما باشیم. یادگاری ها را میخوندم در اینجا از زمان های سابق که پلا جور کردن، من شم چطور در این یادگاری نوشته کردن که تمیخ یام دریای کابل یک روز برسه که اینجا بخیر همون تا او روان باشه، مایگکام روان باشه، یک فضای واقعا دیدنی باشه. این آرزو را همیتان دارید مطمئن استم و حال در شرایط نامناسب قرار داره. امیدوار استم که او دریای پنشیر بخیر همی سمت بیا و این میجه دیگه نمی ای ساعر همون تو یک جای دیدنی بسازه بخیر. آمدیم به صاحب پل خشتی، پل که از خشت جور شده بوده در زمان های بسیار قدیم. کار هم اینه کم بیش جریان داره، شما میبینین این سنگ فرش ای پل پیاده رواش آغاز شده، یک قسمت کار پیش رفته و میبینین که دمی ازدهامی که جریان داره باز هم یک گوشه زیره جدا ساختن و شهرداری در این قسمت خصوصا در سطح شهر تغییرات بسیار خوب را آوردن. یک کم پیشتر باز میرمی بازار جدید هم که در گزارش های قبلی هم براتون معرفی کردیم، ببینید که چطور با هم پیوست گرفتن داخل شهر. واقعا تا یکی دو سال آینده بخیر یک جای دیدنی میشه. ما زیاد گپ زدم، باش که کتمی خلیفه گپ بزنیم یا استاد بگوییم. سلام علیکم. سلام علیکم، چی خوب هستین؟ تان خوب است، خیرت از جور آرام آرام شکر مهربانیش. خسته نباشید. جور باشی قربانتون. اینمی عرقت که نریخت مزدت تا دیگه باز مزه نمیتا پیسه را کی میدی؟ عرق خو میریزه سایت که هفته و یه خاله روز خوبه در جوزا و سرطان در پلای دیگه کار میکردیم. خب مزد حلال میشه. شکر مگم چی خوب منظم کار کردی، یعنی دست مثل گل است. میگه آدم هر چقدر زیبا کار کنه خوبتر است، نام خودش هم نیک میشه و کار هم صفا و خوبش میشه. دقیقا این سنگ را که استفاده کردین به نام چی هستی؟ این به نام سنگ است، این کدام نام نصیحت نداره. این سنگ است فقط یعنی از خود افغانستان است. خود ریاست ما ماشین داره میبره باز ما کار میکنیم، دیگه جای یافت نمیشه. مقاومتش یا استقامتش خوب است، از اون سنگایی که در دیگه جایا گرفته سرکش و رنگش که برام میشاره. این باز خوب است، مقاومتش تا زیر پایم قف آخریش هم باشه کار میت. سنگ اصلی کوی است. سنگ دیگه، سنگ کوی طبیعت. این سنگ نیست که مثلا ترکیبی شده بود. نه طبیعی است. بسیار خوب.
چقدر کار پیش رفته مامو جان؟ والا کار خلاص است بخیر، یعنی یک هفته نو شده، این صبح بخیرش خلاص میجه و دیگهش میره. خب بعدش بازی وسط هم چیز کار میکنی؟ وسط هم دیگه این لبای ازی باز کتاره ششته میشه، جور میشه کل لبایش، اساس جور میشه. یعنی خودت هستی بسته قافله؟ والا نه، یکی دیگه هم بس امروز نامده کدام مرده شده بود. خدا مغفرت کنه، موفق باشی، خوش شدیم از صحبت های تو. مهربان هستم، تشکر، زنده باش. قربانتان. دوستا شما تصاویر از اینجا بیننده باشین، وقت چاشت آمست دیگه، اینا یک وقفه هم میگیرن، مامام کار میکنه، اینا کم بیش کارا پیش رفته. بیایم اون طرف بازارم باز براتون یک تصویر نشان میتیم، بعدش خداحافظی میداشته باشیم. خب دوستا بازم خسته نباشین، تغییراتی که در سطح شهر کابل آمده شما مشاهده کردین، در این گزارش شما از سایه چوک، از او بلند منزله که ساخته شده، مرکز تجارتی و کم بیش سایه پل خشتی و صحبت های همشهری های عزیز، هموطن های ما، کارگرایی که بودن و بالاخره ختمش کردیم به این نقطه‌ای که شما ببینید یک زمان اینجا عبور و مرور هم حتی بسیار مشکل بود، حالا ببینید چه خوب یک فضای دیدنی شده و دوکان ها با یک واقعا یک سایه، فکر میکنید که یک سایه اروپای کوچک بگیم به این سطح، یک فضای دیدنی، دوکان ها با یک رسته منظم، سنگ فرش رو ببینید که چه خوب یک سنگ استفاده شده و واقعا جای دیدنی است. امیدوار هستم که یک روز در افتتاحی نقطه شهرام بیاییم و در شما در چند شب گذاشتم گزارش ها را بیننده بودیم که سایه جاده نادرپشتون هم تغییرات هم جریان داره. امیدوار هستم که یک آینده خوب و خوش در پیش داشته باشیم و یک افغانستان بر همه آرزو میکنیم که همه انتظارش دارن، آرزویش در دل میپرورانن. اوقات لحظات خوش تا سوژه آینده که در خدمت قرار میگیریم. الله یار و مددگارتان باشه.